همونطور که در واقع آخر جلسه قبل دیدیم، ما تصاویر رو لود کردیم، منتها مشکلی که وجود داره این هست که تصاویر ما ابعاد یکسان نداره، در صورت که وقتی که زمانتون خواهم بدم به ورودی شبکه تصاویر باید هم سایز بشن و در واقع با اگر حتی پری پروسسی هم قرار روش انجام بشه انجام بشه، که فعلا ما این کار رو نکردیم. خب اگر من میخوام تصاویر رو یک سایز بکنم، باید زمانی که میخوام تحویلشون بدم توی تابه گت آیتم، زمانی که میخوام در واقع تصویر رو خوندم قبل از اینکه بخوام پاسش بدم به عنوان ریترن به عنوان خروجی، بیام بگم که مثلا img بشود img نقطه از توابعی که خود کتابخونه در واقع PIL برای من ایجاد کرده میتونم استفاده کنم. مثلا ریسایز رو من اینجا دارم که خودش گفته که سایز رو میتونید بهش بدید، به من بدم مثلا 224 و 224. خب همین اگه بزنم ببینید الان تصویر من خب همینجا بزرگ شد و اینجا هم تصاویر من یکسان میشه. اینکه مطمئنم میخواییم بشیم که یکسان شدن، میتونم این تایتلشون رو علاوه برکت در واقع بیام و سایزش رو هم کنارش بزنم، بذارید میره صورت یک تکست فرمت شده من بدانم و F به تکست فرمت شده به این صورت بخوام بدم، این رو هم بذاریم نقطه دوشه و IMG نقطه سایز رو چاپ کنم. خب این رو ببینیم الان تصاویر من همه کرد 224 در 224 224 و الاخر همه شون هم سایز شد. سایز رو بزرگتر بکنم که بزرگتر میشه. با این حال یک راه دیگه این هست که، یعنی من الان اومدم در واقع خودم از کتابخونه پایتورچ هیچ استفاده ای نکردم برای این تغییره، ولی ما در کتابخونه تورچ ویژن در واقع زیر مجموعه پایتورچ تورچ ویژن اینجاست که کلیکش بکنید میبینید که توی تورچ ویژن سه تا در واقع بخش کلیه اون رو کوچیک بکنم. ببینید یه تورچ ویژن دات دیتا ست هست، یه تورچ ویژن دات مدل هست، یه تورچ ویژن دات ترانسفورم هست و یه تورچ ویژن دات یوتیلز. چهار بخش داره که خب فعلا در مورد بخش ترانسفورمش که تبدیلاتی رو داره روی چیزهای مختلف، روی چی؟ ترانسفورمز آن فیل، اینجا گفته تبدیلاتی که روی در واقع یک ایمیج زده میشه، تبدیلاتی که روی یک تنسور زده میشه، تبدیلاتی که در واقع کانورژن هستن، تغییر در واقع بحث تغییر احتمالا دیتا تایپ رو خواهید دید و چیزهای دیگه. ما فعلا الان قرار من تصویرم رو تغییر بدم و سایزش رو کوچیک بکنم دیگه. خب پس توی ترانسفورمز آن فیل ایمیج اگر برید میبینید که چیزهای زیادیه، مثلا سنتر دراپ که از وسطش برش بزنه به شما بده، مثل کالور جیتر که حالا تغییرات رنگی ایجاد میکنه، اینا بیشتر برای اورینتیشن هست، و گری اسکیل و و و الاخ. خب من برای اینکه این کارو بکنم قبلش در واقع اومدم اینجا فرام تورچ ویژن ایمپورت ترانسفورمز رو زدم، خب این رو ایمپورت کردم و حالا میام قبل از اینکه دیتا ستم رو بخوام اینجوری از کلاس کت داگ بسازم، یه TSFM زمان میخوام ترانسفورم و میگم ترانسفورم دات به عنوان مثال دات ریسایز. ریسایز در واقع یک تبدیل ریسایز تعریف میکنم و ابعاد رو بهش میدم، مثلا فرض کنید که 300 در 300. و میخوام این تبدیلی رو که تعریف کردم پاس بدم به کلاس کتدار، یعنی پاس بدم به این و این TSFM رو داخل کلاس کتدار تو اینیشیالایزرش علاوه بر روت بگم که TSFM رو هم بگیر و self.tsfm بشود TSFM. خب یعنی تبدیلات رو هم از بیرون گرفته. حالا توی جایی که میخوام گت آیتم رو تحویل بدم، به جایی که این دستور رو بنویسم، اینو برمی‌دارم
و میگم که اگر TSFM وجود دارد، اگر TSFM به داده شده ایمیج بشود، ایمیج داد در واقع ببخشه TSFM ING و همین راحت. اگر ترانسفورمی وجود دارد این ترانسفورم رو روش بزن و بعد خروجی بده. خب اگر این دوباره نمیش رو بکنم ببینیم، خب تصاویر همشون شدن 300 در 300، این تصویرم یه مقدار بزرگتر شد، تصاویر من هم شدن 300 در 300. خب اگه بخوام چند تا تبدیل بزنم، اگه این کتاب کنیه توش اولین چیزی که معرفی کرده گفته که یه چیزی داریم تحت عنوان transforms.compose ترکیب که مجموعه ای از ترانسفورم ها رو میگیره، که خود ترانسفورمز گفته که یک لیستی از ترانسفورم آبجکت ها هست. خب اجازه بدید که من بیام و برم داخل اینجا این ترانسفورم را چه سایز رو اینجوری بسازم، tsfm اونان بشود tsfm.draft transforms.compose. حالا چی باید بهش پاس بدم؟ یه لیست باید بهش پاس بدم که این لیست اگه دقت بکنید یه لیست تعریف کردم که این لیست مجموعه ای از ترانسفورم ها هست. این ترانسفورم رو از اینجا برمیدارم یعنی اینجا ویرگول ترانسفورمز دات عنوان مثال رندوم رندوم هاریزونتال فلیپ مثلا فلیپ بشود با چه احتمالی؟ با احتمال می همون احتمال پی مساوی با می خودش و ترانسفورمز دات اون هم مثال گری اسکیل هم حالا دات رندوم گری اسکیل اگه بزنیم رندوم گری اسکیل بعضی وقتا سیاست فیل بشه، خب در واقع از همی فازه در بیاد با چه احتمالی؟ با احتمال یک کم، با احتمال خود کم. خب و این رو TSFM رو به صورت یک ترکیب بفرستم و دیگه بقیه کار رو نیاز نیست تغییر بدم، یعنی همون اگر تبدیل وجود داره TSFM رو روی ایمیج بسید. خب این اگه دوباره اجرا تو کنم ببینید الان این تصاویر همه رنگی هستن، باید با احتمال یک کم شاید بده باید شما خاکستری بشن، ببینید خاکستری شده، این خاکستری شد، این خاکستری شد، تصاویرمون هم همون 300 در 300 و تبدیل خاکستری هم بیشتر شد. حالا چیزای مختلفی اینجا میتونم بزنم و فلیپ هم اضافه کردم، ببینم این تصویر که اینجوریه، این یکی اولیه فلیپ شده، این ولی هم شده فلیپ هاریزونتال، فلیپ هم بوش نرمال شده. بعد هم میتونم بوش بیام و بشم کنم بوش ببینم که بیام اینجا و مثلا بگم که قبل از اینکه ریسایزش بکنم بگم transforms.randomRotation و random rotation این که یک زاویه میگیره، مثلا یه منهای 10 تا مثبت 10 درجه یا یه rotation بزن و بعد به جای اینکه حالا ریسایزش بکنم همین خوبه و خب اینو بزنیم ببینیم چیزی که اتفاق میفته. این گوشه های تصویر که ببینید سیاه شد سر همون چرخش 20 درجه، 10 درجه مثبت 10 منفی 10 درجه که نمارد کرد. پس بنابراین من دارم تصاویر رو وقتی میخوام بخونم، یعنی وقتی دارم از در واقع فولدرم تصویر رو میکشم بیرون، همونجا اصطلاحاً on the fly این تصویر رو یه تغییر روش میدم که شبکه من یه تصویر جدید دیده باشه. اصطلاحاً آگمنتیشن من در این روش یه آگمنتیشن آن دی فلای هست، من هر بار که تصویر رو میگیرم و میدم به شبکه تصویر من تغییر کرد. خب این هم از بحث ترانسفورمز. خب من ترانسفورمز رو اینجوری تعریف کردم و دادم به دیتا ستم که اعمال بکنه روی تصویر. الان بحث دیگه ای که هست این هست که خب من میخوام دیتا های من به صورت بچ باشه، فرایند بچ کردنشون و اینکه دیتا ها نمیخوام به ترتیب باشن بلکه شافل بشن
یعنی به هم بریزن تو هر بار میخوام به ترتیب تصاویر رو بدم. این شافل کردن و این که به صورت بچ سایز باشه توسط کلاس دیگری یا آبجکت دیگری به نام آبجکت دیتا لودر انجام میشه، که این رو حالا توی ویدیو بعدی توضیح خواهم.